رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل همراه ما هستن. آقای تقی‌زاده، وضعیت اضطرار ملی که از سال 58 تا به حال در برابر جمهوری اسلامی و سوی آمریکا اعلام شده چیه دقیقاً و چه تبعاتی برای ایران داشته؟ این تصمیم و رئیس جمهور وقت آمریکا همونطور که شما هم در خبر داشتید متعاقب گروگانگیری کادر دیپلماتیک آمریکا در تهران اتخاذ کرد و این وضعیت در طول 42 سال گذشته ادامه پیدا کرده. واقعیت این است که آمریکا یک قدرت بزرگ اقتصادی است، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بزرگترین قدرت نظامی دنیاست، با تمام 15 کشور همسایه ایران دارای مناسبات عادی است، هرگز به ایران تجاوز نظامی نکرده و همچنان علاقمند به داشتن مناسبات عادی با جمهوری اسلامی و با ایرانه. ولی این جمهوری اسلامی است که همیشه با یک نگاه عقیدتی به این بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا نگاه خصمانه داشته و اون رو دشمن خودش معرفی میکنه. در حقیقت این مردم ایران هستن که از داشتن این روابط خصمانه رنج میبرن و هرگز قطع مناسبات با آمریکا مورد پشتیبانی مردم نبوده. سهل است، حتی مذهبی ها هم توصیه میکردن که قدم هایی در جهت عادی سازی مناسبات ایران با آمریکا برداشته بشه، که نمونه اون آقای صافی است که چند روز قبل چنین اظهار نظری کرد و مورد انتقاد جدی قرار گرفت. نگاه کینه جویانه به آمریکا مردم ایران رو از وضعیت عادی در طول 42 سال گذشته محروم کرده، حتی کمکی هم به جمهوری اسلامی نکرده. آمریکا همیشه آماده بوده در صورت آمادگی ایران روابط سیاسی عادی با جمهوری اسلامی داشته باشه، که همین فردا تهران اعلام بکنه که مثلا کنسولگری آمریکا در یکی از شهرهای ایران اجازه گشایش داره، متقابلا این روابط در مسیر عادی شدن قدم برمی‌داره. ولی مناسبات فعلی مناسبات خصمانه است که جمهوری اسلامی هرگز آمادگی تغییر در اون رو نشون نداده. اما اعلام تمدید این وضعیت چه تأثیری میذاره روی مذاکرات احتمالی هسته‌ای ایران که نزدیک هم هست؟ از نظر آمریکا خیر، شما هم در خبر داشتید حتی زمانی که توافق اتمی امضا شد در سال 2015 و بعد اجرایی شد، این روابط خاص سیاسی با فرمانهای یک ساله رئیس جمهور وقت آمریکا در اون سال آقای اوباما ادامه پیدا کرد. نباید ظاهرا تأثیری در روند مذاکرات داشته باشه، ولی جمهوری اسلامی ممکن است که حتی این اقدام عادی و متعارفی 42 سال گذشته رو هم به عنوان یک اقدام خصمانه دولت وقت آمریکا آقای بایدن تلقی بکنه و سعی بکنه نگاه منفی که به مذاکرات وین داره دوباره تکرار کنه. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو، ممنونم.